11 روز پس از اعلام خروج کامل نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر سال روان میلادی از افغانستان، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که نظامیان خارجی شماری از پایگاه‌هایشان را ترک کردند و این پایگاه‌ها پس به نظامیان افغان سپرده می‌شوند. تجهیزاتی هستند که باید به کشورهایمان انتقال دهیم، اما اگر این گونه نباشد می خواهیم اطمینان یابیم که نیروهای افغان این پایگاه‌ها تجهیزات و قطعاتی را که برای فعالیت ارتش نیاز هستند دارند. اگه مهمات چه دیر مهمه دی اگه زن سرولی خو خیر مهمه نده، اما اگه شان چه دی پکار ندی دی نابوده ای. این جنرال آمریکایی در پاسخ به نگرانی‌ها از احتمال افزایش حمله‌های طالبان بر شهرها و نظامیان آمریکایی پس از اول ماه می که بر بنیاد توافقنامه آمریکا طالبان زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شده بود میگوید که شدت بخشیدن حمله‌ها از سوی طالبان اشتباه خواهد بود. بازگشت به خشونت بی‌معنا و غم‌انگیز خواهد بود، اما اشتباه نکنید، ما برای دادن پاسخ قوی به هر گونه حمله بر نیروهای ائتلاف توان نظامی داریم و برای پشتیبانی از نیروهای افغان نیز توان نظامی داریم. حرکت در این مسیر اشتباه خواهد بود. فرمانده نیروهای خارجی میگوید که همسایه‌های افغانستان باید برای کمک به روند سیاسی به هدف صلح هر کاری که در توان دارند انجام دهند، اما آینده افغانستان را وابسته به اتحاد مردم می‌داند. این بیشتر به اتحاد مردم افغانستان وابسته است، اتحاد سیاسی و اتحاد نیروهای امنیتی. اینکه طالبان بر روند صلح باز نگردند بی‌معنا خواهد بود. فشار بین المللی بر طالبان باید ادامه یابد. این تنها راه است. اگر به فکر راه حل نظامی و خشونتبار باشید برای افغانستان خوب نخواهد بود. آقای میلر میگوید که آمریکا به پشتیبانی از نظامیان افغانستان ادامه می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وابسته به اوضاع این کشور نیست و سیاستگران هم از بمیان آمدن جنگ داخلی در افغانستان پس از خروج کامل این نیروها هشدار دادند.